نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه ششم رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم گفتن عبارت اشهد و ان علی ولی الله در اذان و اقامه فرمودند: به عنوان خبر حسی این روایت آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز قدیر که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه را به عنوان جانشین معرفی نمودند، در آن روز در اذان اشهد ان علی ولی الله گفته شده و این روایت را هم شیعه و هم غیر شیعه نقل کردند و من مصدر این روایت را در جزوه علی فی القرآن ذکر نمودم. معظم الله با اشاره به دیدگاه شیخ صدوق در این زمینه فرمودند: مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه در این رابطه دو مطلب بیان کرده است. اول آنکه تأکید نموده که اشهد ان علی ولی الله در اذان آمده و دوم آنکه گفته کسانی که اشهد ان علی ولی الله را در اذان آوردند مفوضه هستند. ایشان در ادامه تأکید فرمودند: بخش دوم سخنان مرحوم شیخ صدوق برای ما اعتبار ندارد، چرا که این مطلب حدس و اجتهاد است و اجتهاد برای مقلدین در زمان حیات شیخ صدوق معتبر است، اما بخش اول سخنان ایشان که نقل خبر حسی است اعتبار دارد و ما به سخن او میتوانیم استناد کنیم که اشهد ان علی ولی الله در اذان و اقامه آمده است. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با چگونگی استحباب اشهد ان علی ولی الله در اذان و اقامه فرمودند: این که اشهد ان علی ولی الله در اذان به عنوان استحباب خاص گفته شده محل اختلاف است و جماعتی مانند مرحوم نراقی و مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی گفتند که گفتن اشهد ان علی ولی الله به عنوان استحباب خاص اشکال ندارد و من هم برداشتم این چنون است، اما جماعتی از فقها گفتند که به عنوان استحباب عام گفته شود. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. روایات مخالفین در کتب مخالفین، این را مرحوم اسد محمد مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول داره، منصرفه گرچه لفظ مطلقه، من بلغه، این بلغه میگیره حتی مخالفین ها، اما منصرفه. اما روایاتی که تو مثل کافی و تهذیب و من لا یحضره الفقیه و استبصار و اینها هست که طرق شیعه است، فقط در وسط یا در آخر یکی از عامه هست، عامه که ثقه نیست، نه مثل مسعدت من صدقه و اینها که فقه، نه که ثقه نیست، این قاعده تسامح میگیرتش. چرا نه؟ چه اشکال داره؟ چون قاعده تسامح حتی کتب عامه را اطلاقش میگیره، فقط منصرفه، یعنی ظهور خاص به غیر اینی که تو کتب عامه فقط هست.